ارحموا من فی الارض ارحمکم من فی السماء. رحم بکنه برای کسانی که در روی زمین هستن، انسان هستن و قابل رحم هستن، تا اینکه خداوند تبارک و تعالی به شما رحم بکنه و مهربانی کنه. از ادب و سلام دارم خدمت تمام بینده ها. دوستا باز هم به فامیل سر زدیم که زندگی هایشان غالبا غمگین و پر از غم هست. خواستیم که دردهای از اینا را دوست عزیز با شما از آن یک جا شریک بکنیم، اما طبق معمول که دائم میگم با ما باشین تا آخر، تا که واقف شوین که در این ملت که 40 سال هست دیجا غم حاکم از سر از این ملت، 40 سال مکمل، و امروز هم به جای کم شده بعد از 40 سال غم ها خیلی زیاد شده. دکترهای ظالم، ریاست های ظالم، حاکمیت ظالم، هیچ کس در قصه کس نیست. شفاخانه میری ظالم، بیرون میای ظالم، کسی نیست که از این ملت یک دقیقه پرسان بکنه که آیا شما چیز درخواست دارین؟ آیا شما چیز میخواین؟ آیا ای آینده که امروز به این شکل هست، کالاهای چیره به خانه ها بیاین، نان نیست؟ دلهایشان آرزو دارن که روز باشه یک لقمه نان خوشمزه را بخورن. اینقدر ظلم است که سر تا پای این تعمیر افغانستان که وقتی میبینی از بنیاد که ظلم است تا با آخرش که سعی میکنی کلش ظلم است. و چند پیش از فامیل خودم دندانش سوراخ شده بود، بردیم پیش دکتر، مواد انداخت، 3 مواد و مواد افتاد، سر تا پای دروغ هست، سر تا پای دجان بزن هست. یک ملت از ما شده خدا ناترس مکمل، یک ملت تنها بی کس بی کوی. باز هم با ما باشین تا باشه که دردهای دل از فامیل هم با شما از آن شریک بکنم. هرچی قبول گویم کم است، واقعا دمی چند روز آخر خیلی قلبم خفه است. هر جا که میریم با سروی میبینیم که هیچ کس نیست که دقل یک دروازه تا تک بزنه که ما امت محمد هستیم. ما امو کلمه را میگیم که الله سر ما امر کرده، ما پشت پای را و از امو ابوبکر و عمر و عثمان و علی هستیم که شبها پشت دروازه مردم می آمد تق تق می زد که آیا شما غذا دارین، چی مشکل دارین. ما امروز مکمل سر تا پای شیطان گشتیم. اما تو که میایی به خانه های مردم، میایی در بسیار جاها می بینید قصه هایی که گوش می کنید، دل جگرت می شار از سهم آواز که این ملت چقدر ظلم روان از دیجه. کسی نیست که تو یک صدای بکشه که ما آمدیم به خاطر تسکین دردهایتان. واقعا خیلی دردآور است. هر چی بگویم کم است. میریم به طرف بزرگ فامیل. سلام علیکم برادر. سلام علیکم برادر. چی حال دارین؟ شکر به دعای سرتان. خب وزی بگو که چی کار میکنی؟ فعلا ما کراچی داریم در سبزی مارکت. یک تیره کراچی سک هم 4 تیره است، هم 1 تیره است، همو کار نمیشه. واسه روزی میریم که برادر جان من بجید قید 40 روپم به طرف خانه آمدیم. روزی میشه که قیب بادر جان 300 هم آمدیم. روزی شده که بادر جان هیچ کار نیافتیم، همون تو خیستیم آمدیم. خلاص بگم تو 1-3 سال میشه که ما وظیفه بود داشتم، گارد بودم، 300 دلار با شما ماش میداد. امور هم با خدا و با زلمه جان به خدمه کوچه معلوم است که بادر جان امو وقتا ما هم سودا را هم زلمه مکمل قرضه میگرفتم با ما در ما موش پروگرام است و حساب موشا که میگرفتیم میوردیم به یادم میدادیم مساخش پوملگی میکردیم. حاجی بگو که آل روزانه چند عاید داری؟ آل روزانه گفتم ده هفته میشه که بدر جان من باشی، من 400 هم کار میکنم، 500 هم کار میکنم، 1000 هم کار میکنم. نظر به روزگار که میبینم دیگه هیچ برابر پورا نمیکنه. دیگه این به خدا و به خطا قیمتی و به حساب خانه، کرای خانه و کرای بلی برق و کرای بدر جان من باشه. هر خلاصا این پیشتر هم یادواری کردی که همین غیزای درست، یعنی بارا بارا گفتنش خوالی گفتن خوب نیست، عوض
پدر و مادر هم یکی با اولادش مثالش یک غذای درست، یک پیرن درست. این من 3 سال میشه خلاص همی گپ همی بود. من وظیفه ماندم، باور کنید که قسم خوردن خوب نیست. ما به مینای یک جاکت های طرف همی کراچی ها، کراچی که من میدوانم، یک جاکت ما به مینا خریده نتونیسیم. یا خدا دوستا و همسایه های نیک نگیره به در جانی من باشه، یا یک دوست میبه به حساب بخشان میده، یا که به حساب همی همسایه نیک میبینه گفتی خدا تا ممی حالت ای بچه که خدا بری از اینا میده. دیگه درد دل ما نمی بود که بیکاری بسیار زیاد بیکار. تا روزی که وظیفه داشتیم والا سیاست من در کارم نمی رفت. یعنی بعد از وظیفه با خدا و گمی کوچگی ها که همی شناخته هست حتی سیاست من هم می رود از حساب کار که بیست که همی اولاد که گشنه من دیگه دادر چی بگوید شکر که جور است، شکر که توانایی داره کار میکنه. مادرای افغانستان هم دائم گفتیم دوستان مادرای بسیار با غیرت هستن. یعنی تمام عمر که ببینی اینا میرن زحمت میکشن تا که باشه اولادهای خود کلان کنن، دستشان به کس دراز نشه. مادرای ما واقعا مادرایی هست که هر دانی از این باید بهترین مقامهای قهرمانی جهان بگیرن. دست و مادری خمروز جهان برعکس روان است و کسایی که در فحشاست، در رشد فحشاست، اونا را قهرمانان زن افغان و اونا را بهترین ها خطاب میشه، چون که اونا به نفع شیطان بسیار حرکت خوب میکنن و تلویزیون ها تحت پوشش قوله های از اوناست. ولیکن مادرهای قهرمانی که اولاد خود با خون دل کلان میکنن، شبها و روزها درد رنج متحمل میشن تا باشه یک لقمه نان پیدا کنن با اولاد خود. اون مادرها دیگه به اصطلاح از اونا هیچ یک حیوان هستن، لیکن پیش ما دائم مادرها قهرمان بوده، دائم مادرها زحمت کش بوده. خب از این گذشته میریم پیش. خودت در خانه مواد خوراکی چی داری؟ فیرم ولی گفتنش خوبش نیست که نرمی پیشتر همون به مادر اولادا میگو که به حساب چی کنیم. ما بودم یک کاری بکنم که 100 رو به این مادر همه خوشم و قرض بکنم یک اون چیزی به این چاش کمی بوز در کار نرفتیم. یعنی راست روزی ریزای خدا دیگه این میتونید که خانه در کلگی در خدمتون است میتونید دیده یه چیزی نداریم که به حساب فیرم که ما بگیم برای یک هفته و برای 2 روز و برای 3 روز مدل جمع سیم این مواد غذایی. اما به خدا میره باز میکنیم، روزانه کار میکنیم، نمره مصرفی به حساب روزگارش میکنیم. خور عزیزم خودت بگو حالا از زبان از اینا، چون که بیرون میباشن دایم، چی وقت فلحال در خانه تان از خوراکه باب چی داره؟ چیز هست نیست؟ یه چیز بیادرک خدا و راستی غیر انم بالا خدا نمیال از مکتب آمدن طفلای گشنه است. تو نمیال که خدا شاید از دیگه نان ما رو ببی اگر تو تنان دهش باشه. خودم مزدور زنده نمی پوچه سر تا آخر کالا شویی میکنم. من نمیگه که اگر تو تنان میارم باور به خدا که روزا آمدیم اولاد هایم تا دیگر گشنه. از ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود کسی که برای معیشت بیوه و مسکین تلاش کند مانند مجاهد راه خداست، و گمان می کنم که فرمود مانند نمازگزاری است که سست نشود و مانند روزداری است که افطار نکند. قبره کده نمیده بشکم همی میفهم. یک چیز از یاد کسای نره که برنامه ما رو میبینه ایره برتان بگویم، والا هر کسی که در هر مقام قرار داریم روز قیامت دانه دانه سوال میشین، بلخوز کسایی که زمام و رهبری از این ملت در دیده به دستش است.
شما زمامدار هستین تا به درد و رنج از این ملت برسین. در گرد گوشه تان شاید که امسایه هایتان هستن، کسایی هست که نان خوردن ندارن، لیکن شما بی باکانه موترهای 20,000 30,000 دلاری در پیشتان گرد گرد میگردین. ما بسیاری های رک پرسان کردیم فلانی صاحب کجاستن، گفتن والا ترکیه رفتن یک خانه را خریدن 2,000,000 دلار، همونجا رفتن که همون اسنادای خدا و نیفهم که همون قبولی خدا با 90 سال بگیرن. و دیگه شب پرسان فلانی صاحب کجاست، والا به یک هفته رفتن تاجیکستان. و بسیاری دیگر رک پرسان کردیم دوبای رفتن. خلاصه کسا همه گی در چکر هستین، بین یک کمک از اون پیسه چکرتان لطف کنین، ما دست گرفته میبریم اتون. والله ما که اتون روز تا شام بیکار میایم، دستایتون هم میگیرم، کرای تکسی هم سر ما خیر است. ما میارم اتون به می فامیل های بی وضاحت، بیاین از نزدیک بیاین ببینین چی میگذره. والله ما نان از گلون ما تا نمیره، لیکن ما شما رو نمیفهم چه رقم شما خدا هم قلب ها به شما داده. خب ازی گبز خور گلم که چی وقت گوشت خوردین؟ ما خدا شاید سیلمی گوشت ماهیم، یک ماه بعد دو ماه بعد گرام از آمد بکشم کار کنم، روز تمام روز کالا شوی مردم در دونیم صدر پل صدا کار سرم میکنن. اگر خدا شاید سمره ما با اولادم تو گوشت میگه تا ما یک پیاز کچم رو آورده نمیتون. بی الله رحمان است. خب برازی ها کالای نه و کدام وقت خریدین؟ نه بیاد رکم اینه میبسته کالای نمیگه کارت میبینی کالا شوی میکنم یکی میده دکه میده اتماعت مادر اک زامت ها میکشم اما ما بیا یک متر تکنک بود. بی الله رحمان است. بسیار خواهرای خوب داریم الحمدلله، تا به حال خیلی همکاری و همراهی کردن که اونا انشالله که منتظر هزی هستن که ما یک فامیل ناتوانه بتانیم برش یک جور کالا بگیریم. خب بچیم خودت در خوراک چی را خوش داری؟ یک خیلی نان خوش که یعنی چسب نان چپس خوش داری؟ برنج، گوشت، چیزایی خوش نداری؟ هم چاش چی میخوایی بخوری؟ چاشت چسب چسب میخوایی؟ خودت چی خوش داری در خوراک بچه؟ چسب، لوبیا، برنج چپس، لوبیا، برنج. گوشت که خوردی؟ گوشت خوردی کدام وقت داری وقتا؟ هیت نخوردی؟ کالای مقبول چند جوره داری؟ یک جوره دارم و کنشته کنشته. بوتای نو چند جوره داری؟ یک جوره نو. نو است دیکنه. خود چند دانه لیاف دارین در خانتان؟ یک تا از نو از جاست و از نو سنفر است، یک دان از بدر مادر. خود دو تا لیاف یعنی دارین. خو خوشا به حالتان که باید یک حالت زندگی میکنین. خور گلم خودت هست کسایی که برنامه تا میبینه فعلا چی درخواست داری؟ اینی درخواست ما بیاد رکی میست در تاکو هم یال زندگی میکنم. خدا شاید است که در تاکو امروز مردم مال خدا نمیمان. ما کتی سه تا اولادم شیشتیم گیمی بچگه کم نفس تنگی داره ای چوچه امسال از مکتب من بختر نفس تنگیش تداویش کده نتانستم در ملما بردم. ملما گفت فیل نفس تنگی میگیره وقت نا وقت رو در کار استیم و چی رقم تو را بگویم. در نمی تاکه و شیشتیم از مردم همی خواهشم است خیر سرتان امو زندگی هایتان خیر سر اولاد هایتان امو ققتی شور مکو مکنین که در قل یک خانه را به ما بگیره که دمی سه تا طفل رنج دیدیم غم دیدیم ما زندگی ما را سهی کده بتانیم. انشالله انشالله. دوست عزیز شما دیدین و کسایی که قلب های سنگی دارن ببینن و لذت ببرن، کسایی که در فکر بذر آخرت خود هستن من تشکری میکنم. دوست عزیز ما حاجی صاحب کنانه افهم گفتن بذر آخرت ما برشانه بذر خیر، من تشکری میکنم از کمک از اونا که به چنین فامیلا ما از برنامه ما را سپانسر کردن دو برنامه ماره. انشالله که الله مشکلات از اینا را هم رفع بکنه، مشکلات ما را هم رفع بکنه
و مشکلات کسایی که در این برنامه سم میگیره از اونا را هم رفع بکنه. خودت برادر عزیزم من حیث آخرین گپ، کسایی که برنامه تا میبینه خودت چی درخواست داری؟ چیزی که هم سیاسر من گفتن نمو گپ از دیگه از مام دیگه از توقع از کسایی که بدر جان من باشی دادی خدا سرشان است آرام بسن نهی نگاه زندگی. یک چیزی گفتی هم سیاسر ممکنه که ما هم تکا و یعنی روزی بعد که اولادو را یک جای ببریم که مثالش ای نگاه خرق ای نگاه بساب گزنده ای نگاه یک چیزی پیغم باشم که ما هم یک عوض آردوی اولاد خدا ببینیم که بداریم در یک خانه درست ما بخشو خانه گرفتیم و جایی گرفتیم و اینو یک زندگی میکنیم. در پیش هم قطارهایی که در صنف میرمان در مکتب میرمان میشینن میخیزن پیش هم یک در هم مرور چون درست باشه هدف ما من هم خدا بسیم. بیالا رحمان است انشاءالله. دوست عزیز ما تشکری میکنم از حاجی صاحب که اسپانسر از دو برنامه ما شدن. بسیار زیاد ایاجی سیف از کسایی که بدر جان ما پیش قدم پر بودن به خانه و این کار خیره که پیش میبرن بسیار زیاد تشکر میگنم. با نور ایمان باشن خلاص به هر حساب از خداوند خیرشون رو میخواییم. تشکر آرامشون هم میخواییم. آخرت دنیایش گل و گلزار باشه پروردگار عالم اما تک دیاد غریب بیچاره افته خدا دیادشان باشه. خدای قاضی سبب بده که دیم بسته هم کاراش که هیچ وقت جمع کرده نتونه یک آل غریبه که به یک چار جای میرسانه خدا پروردگار در گل و گلابا عمل تا آخر دستش باشه. ما غیر خدا و جیسب هیچ کس نداشتیم. در مقا وقت ما هیچ کس بیدرنگ نداشتیم که صدای ما رو بکشیم کس برای خدا همیچه یک غریب افتیده نمی بسته کوچه یک غریب افتیده. خیر روی تانه خدا ببینه سنه ما رو بخالیم. اگه کار است میرم میکنم کالا شویی میکنم در دونیم صدر پر جانم تکه تکه میشه. دیگر مهم اولاد من میبینم گشنه شوارم هم میبینم بیکار سرد مده یک تاکه بیشه در یک چار طرفش خیر خاک از ریگ از خدا برای نفل بردارید هم میبینین که مده کجا شیشته. خدا جیس های وقتی همکارای جان جور بده خدا آخرت دنیای شکل و بزار کنه و نور ایمان محمدی باشه که از مسلمان ها مقصوال پرسان میکنه درد دل ما را در کل جهان منشور میکنه. خدا خیرش بده. تشکر خواهر عزیزم. من تشکری خاص میکنم بازم از حاجی صاحب که گفتن بذر خیر خداوند بذر خیر دنیا و آخرت برشان بگردانه. تا برنامه آینده دوست عزیز شما ازانو به الله یک تام سپارم. باز یک برنامه جدید را خواهد برتان در آینده پیش کردیم با یک دردهای جدید دیگه. امید که شما هم ببینین و آشنا شوین با این مشکلات از سرزمین دیگه. شاد و خورم باشین تا برنامه آینده. السلام علیکم و رحمت الله. یا الهی انت ربی ذو الجلال والاکرام یا الهی فاعف عنی و هدنی و لا تتركنی یا الهی. Oh.